خشکسالی و جنگ طی یک سال اخیر این خانواده ها را از ولسوالی های بادغیس بیجا ساخته و حالا در شرایط سخت در اطراف شهر قلعه و مرکز این ولایت زندگی می کنند. این خانواده ها نیاز فوری به غذا، پوشاک و آب آشامیدنی دارند. ما تعداد 70 خانه همین جاییم، 69 خانه همین جاییم که نه خیمه سرپناه داریم، نه مواد ساخت داریم، نه مواد غذایی داریم، نه آب آشامیدنی داریم. همه مردمی هست که مردم مستضعفی هست که نی نون دارن، نی آب دارن، نی سرپناه داره که شما میبینی به همه حالت قرار داره. تا 4 ماه پیش بیشتر این خانواده ها از شدت جنگ مجبور به ترک مناطق اصلیشان میشدند. اما حالا از بهره خشکسالی مناطقشان را ترک کردند. کودکان و زنان در این هوای سرد زمستان وضعیت خوبی ندارند. تقریبا 6500 تن در یک سال اخیر از ولسوالی های آبکمری، بالامرغاب و قادس بیجا شدند. 500 نفوسم پیرمرد پیری کوری شال لیدورم. انیم هم در گردن خود نشوب تا شام خودیم کودکان تای فورم در اشکال چندن مرم روزگار مم نمیم. قضای از ما مردم چیه؟ انیمی پیسته که بیش کنم یک آی شای کلوگاگ کچلوی شای یک مشتی برنجی گای مصر رو گای نیم. با این حال مسئولان مربوطه میگویند تا حالا تقریبا به 30% این خانواده ها رسیدگی صورت گرفته است، اما سطح همکاری نهادهای کمک کننده خیلی کم شده است. بنان اگر وضعیت این گونه پیش برود فاجعه انسانی رخ خواهد داد. مردم ولایت بادغیس 90% به فاجعه انسانی فعلا روبرو هستند، به خاطر که از یک طرف سرمای زمستان پیش آمده و از طرف دیگر کمک ها ضعیف است از طرف مؤسسات محترم. بیشتر مردم بادغیس به کشت و زراعت مشغولند، اما خشکسالی های اخیر تمام حاصلات آنها را از بین برده است و مجبور شدند که این گونه آواره شوند.